بسم الله الرحمن الرحیم. ما در جلسه پیش از آمدن به اینجا هر دو طرف این بحث از یک خطر میترسیدیم. هر دو میترسیم که این قوا استقلالی به هم برسانند و دمار از روزگار ملت کماف سابق بر بیاورند. پس منشأ ترس یکیست، الا اینکه من میبینم با این پنج تا قوه کردن یکی هم قوه ملت، از همین الان استقلال برای اونا شناختیم. بنابراین منتظرن که یک جای خودشون این قوا بچسبونن و باز همون دمار ملت رو در بیارن، دمار از روزگار ملت در بیاورن. هیچ قوه‌ای در جهان به استقلال نمیتوانه عمل بکنه. اگر معنای قوه‌ای که ما فهمیدیم در اینجا تشکیلات و سازمان دادن برای انجام یک برنامه و هدفی باشد، حتی قوه پیامبران هم مستقل نیست، متکی به خداست. همچنین است که بگه هر کس گفت من پیغمبرم بگیم بله سمن و تاده، او به تکای خدا و اگر دقیق بشیم همون است که امام تصریح کرده به دفعات که در اسلام قانون حکومت میکنه. طریقه بیانش این است که خداوند وحی میکند به پیامبر، پیامبرم ابلاغ میکنه به بشر. پس در اصل یه قوه بیشتر نیست، قوه الهی است. این قوه رو از طریق تشریع به صورت یک سازمانی به اجرا در میاره. شما در همین اصل پیشی آوردید، گفتید این حقه، حق حاکمیت رو دادید به مردم، البته در حدود شرع. این حق حاکمیتی که داده شد به مردم، این رو حالا میخواد اعمال کنه. این محتاج یه قواییست. تعداد این قوا رو هرچی میخواد شما بشمارید، اما اینها مقابل ملت و مستقل از ملت نیستن، ابزار کار ملت هست. بلا قوه همونه که طبق همین اصلی که الان تصویب کردید، قوه مال حقیست، حاکمیت حقیست که شما همین الان دادید به ملت. حالا دوباره این از ملت نباید گرفت. عوض میخوام ندادیم، شناختیم برای ملت. شناختیم، بله. اینا رو فرض کنید که ما نمیخوام دوباره همون حرفا رو تکرار کنیم، وقت بنده گرفته بشه که مال خدا بود و در حدود و فلان، باز آوردیم اینا. هی بخوایم تکرار بکنیم دیگه اصلا حرف نمیتونیم بزنیم. چون من قبلا این رو گفتم که دوباره شما این تذکر رو نفرمایید. بنابراین این مقدار از حق بنده، حق وقت من حساب نکنید. خب حالا شما بله در این دنیا قوای دیگه‌ای هم فرض کردن. یک کسانی هم به همون گروه هفت که ما هستیم نوشته بودن که باید قوه اقتصادی را هم شما در نظر بگیرید. یک سازماندهی هم اقتصاد مملکت میخواد، او را هم باید در نظر بگیرید. بعد در دنیا این به تدریج یواش یواش فکر کردن که قوایی رو باید در نظر گرفت برای اجرای اون حاکمیت. خب حالا یه حرف پیش آمد اونجا که اگر این قوا درست عمل نکردند، آیا حقی برای ملت هست برای قیام؟ بله. میگید که این حق سلب کردن خودش یک قوه است. خب حالا بپرسیم، اگر آمد و از طرق قانونی خواست رئیس جمهور رو عزل بکنه، وکلا رو عوض بکنه، فرقی هست بین این ترتیب و ترتیبی که اینا تدم قانون نمیدن؟ اون قوا فرض کنیم که خودسری کردن و تن به قانون نمیدن، شما در این صورت از طریق قهر اونها رو عوض میکنید دیگه، حرف دیگه که نیست. پس در همون قانون اساسی که ما داریم می‌نویسیم، در واقع قانون تشکیلات عمومی است دیگه، که می‌گیم که اگر رئیس جمهور رو مردم خواستن عوض کنن چه جور، اگر مجلس رو خواستن عوض کنن چه جور، اگر دستگاه قضایی رو خواستن عوض کنن چه جور. اینا تمام ترتیبات چون ما در این قانون می‌خوایم پیش‌بینی کنیم. حالا یک قلدری آمد و زیر بار این ترتیبات قانونی نرفت، گفتیم خب بیا انتخابات کنیم، زیر بار نرفت. ملت چون حق حاکمیت اصلا مال اوست، داده بود به اینا، به از این مجاری داشت اجرا میکنه، مجرا رو عوض میکنه، دست میزنه به قیام. ها
حالا هم که دست میزنه به قیام رهبری لازم داره، در قیام قضاوت لازم داره، کسی از حکم عمومی بیرون رفت راجع به قضاوت میکنه، اجراییات لازم داره، معنویات هم لازم داره، همه اینا رو لازم داره. مجرا رو عوض میکنه، یعنی قوای اجرایی رو تغییر میده. این معناش این نیست که شما بیاید بگید که بله اینا هم ارز ملت یه قوه هستن، هر وقتی که دومشون رو وضع کردن خدای نکرده به امریکا حق دارن که بیان به ملت بگن که آقا تو یه قوه طبق قانون اساسی منم یه قوه. اینا قوه نیستن، اینا هیچی نیستن، اینها ابزار ملتن. حالا این از این بگذاریم، حالا شما میگید که یک اموری هست که مردم خودشون مستقیما میخوان انجام بدن، یکی از اونها امر به معروف و نهی از منکر. خب حالا اینایی که دارن ترور میکنن، پس اینا مجازن طبق این اصل، هیچ ترتیبی نداره، همینجوری هر کس طبق اصل قوه ملت در امر به معروف و نهی از منکر یک دونه مسلسل دستش بگیره و اجرای امر به معروف بکنه و نهی از منکر، نظم میمونه در جامعه. شما فکر این خطرات رو نباید بکنید؟ پس اون امر به معروف و نهی از منکر، همین تشکیلات برای امر به معروف و نهی از منکر بلا چی موقعی بکنیم ما تشکیلات؟ آقای بنی سعد یک دقیقه از وقت اون قسمتی هم که از ما سلب کردی اونم اضافه کردی کنم. تشکیلات مملکت که درست میکنن دقیقا برای همین است که هر جامعه این کار میکنه، نه اینکه باز اختصاص به جامعه ما داره. هیچ جامعه ای نمیگه من میخوام در منکر زندگی کنم. هر جامعه ای میخواد منکرات رو از بین ببره. حالا منکرات فرق میکنه، البته اون چیزی که ما منکر میدونیم ممکنه جامعه فرانسوی رو ندونه، اما اونم بالاخره منکر داره دیگه. اون هر جامعه ای میخواد منکرات رو حذف کنه، از بین ببره، همه رو بکنه معروف. برای این تشکیلات درست میکنه. این تشکیلات همین هاست. شما اگر بخواهید که برای عموم حق نظارت، حق عرض کنم امر معروف نهی از منکر قائل بشید که کارش به اجرای اعمال قهر و قوه برسه، اینو باید براش سازمان بدید. اگر سازمان ندید، خب هر کس پا میشه میگه که من طبق تکلیف شرعی بسم الله امر معروف نهی از منکر دارم میکنم. برای اینکه هر کس اعلی حد این کار نکنه، من مجبور میشم به سازمان دادن، و سازمان دادن همین قوایی است که به وجود میاد. پس اینا نه در عرض ملت هم، و اگر اینها رو هم عرض بکنیم درباره دفاع جزئی و کلی چه میفرمایید؟ اینجا سوال شد، حالا من این یه دقیقه ما گرفته میشه بعد گرفته میشه. همه اینها رو باید بهش سازمان داد. یعنی ما قبول میکنیم که ملت این قوا یک قوه است، مال ملته. حالا این تمام امورش رو باید بهش سازمان بدیم. پس اون قوا حرف این است که هم ارز ملت نیستن، ناشی از حق حاکمیت ملتن. وقتی رو ناشی دانستیم، شما در حقوق ملت اون چرا که لازم است که ملت خودش مستقیم عمل کنه اونجا بیارید، و ترتیبی هم بدید که این تالیفاست ها رو پیدا نکنه. اون چرا هم که باید از طریق این تشکیلات بیاره اونا رو بیارید، ولا به این صورت همون خطری که ازش میترسید در همین از پذیرفتید، یعنی به این قوا یه استقلالی دادید و اینا رو قرار دادید در برابر ملت. و اگر یه روز تناسب قوا در جهان تغییر بکنه، باز اوضاع سابق پیش میاد، طبق همین قانون اساسی به در مردم در میارن. از منطقه